Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The young girls pick them. Everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to husbands, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? پای سخن سعید شاخ‌سوندی، پیامدهای جزوه سبز، قسمت آخر. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. آب و آتش آمد ای جان امتحان، نقد و قلبی را که اون باشد نهان. تا من و تو هر دو در آتش رویم، حجت باقی حیرانان شویم. این مباحث تا بدینجا گفتنیست، هرچه آید زین سپس بنهفتنیست. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص اون دریایان را رهبر است. سلام بر شما آقای سعید شاه‌سوندی. ما رسیدیم به آخرین بخش گفتگوی خودمون پیرامون جزوه سبز. البته به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. همونطور که قبلا هم گفتم، جزوه سبز یکی از اسناد مهم دهه 50 در رابطه با جریان محمد تقی شهرام است. آقای شاه‌سوندی، تاریخ نه اونگونه که ما آرزو داریم، بلکه اونگونه که ممکن است پیش می رود. دوباره اینو میگم، تاریخ نه اونگونه که ما می خواهیم، بلکه اونگونه که ممکن است پیش می ره. بنابراین در بسیاری از موارد راهی جز این امکان محقق وجود نداشته. نتیجه محتوم استبداد رأی در دستگاه و اندیشه محمد تقی شهرام، از جمله قربانی شدن مجید شریواقفی بود. اما آیا خود مجید در برساختن اون استبداد نقشی ایفا نکرد؟ در گفتگوی قبلی صحبت از این شد که مجید شریواقفی هم بی عیب و نقص نبود. اما گفته میشه، این البته پرسش من نیست، گفته میشه که وی صادر کننده حکم اعدام
از جمله در مورد جواد سعیدی و علی میرزا جعفر الاف بوده است. این نکته رو شما توضیح بدین تا بعد برسیم به حاصل صحبت‌های خودمون در 25 قسمت پیشین. بفرمایید. با سلام خدمت شما و دوستان عزیزی که این برنامه رو دنبال می‌کنند و تشکر از شما و همینطور سایر دوستان که تحمل کردید 25 جلسه این گفتگوها رو و با سوالات خودتون، با موشکافی‌های خودتون و با ریزبینی‌هایی که داشتید به غنا و تدریج و در واقع کمک کردید و من به سهم خودم از این جهت سپاسگزارم. و اما در پاسخ سوالی که فرمودید چند نکته رو عرض کنم. تصفیه درون تشکیلاتی به هر دلیل و بهانه‌ای که باشه، این نکته بسیار مهمی است که قبل از ورود به خود موضوع باید یک تأکید کنم. پیش از این هم گفتم در لابلای گفتگوهای پیشین، ولی چون در واقع قسمت آخر هست و مقصود جمع‌بندی و تجربه اندوزی از مجموعه قضایاست، تأکیدش رو ضروری می دانم که تصفیه در اون تشکیلاتی به هر دلیل و بهانه‌ای توسط هر کس که صورت گرفته باشد محکوم و مطرود است. این یک. و اما در مورد نکات مربوطه جواد سعیدی و علی میرزا جعفر الاف، نخستین بار این نام ها و این خبر این تصفیه های درون تشکیلاتی در اطلاعیه های بخش میملام سازمان مجاهدین، یعنی همون جریان ادامه دهنده راه شهرام که با نقد او در واقع ادام شروع شد و نهایتاً به سازمان پیکار انجامید، در اطلاعیه اونها و همینطور اطلاعیه سازمان پیکار این دو نام هم ذکر شد و در ذکر شدن این نام ها بدین جهت بود که در اون اطلاعیه ها دو ترور صمدیه لباف، محمد یقینی و مرتضی صمدیه لباف عمیقاً و شدیداً محکوم شده بود و در واقع اعاده حیثیت داخل گیومه از جانب اونها نسبت به این یاران صورت گرفته بود که ما اینها رو خائن نمیدانیم، اینها شهدای خلق هستند. اما در ذیل این انتقاد از خود معروف آمده بود که دو نفر دیگر به نامهای جواد سعیدی و علی میرزا جعفر الاف بودند که اونها میخواستن خودشون رو به پلیس معرفی کنند و تصفیه شد. یعنی ذکر نام این دو نفر در اون مضمون و اون کانتکست گونه ایست که در مقابل تصفیه اونها این آقایان و خانمها یک گونه معذرت خواهی نکردند. اولین بار در واقع این اعلامیه در اونجا مطرح شد و در این اعلامیه‌ای که ترور شریف واقفی صمدیه و قتل ناجوانمردانه محمد یقینی محکوم شده این نام ها آمده. در اون اطلاعیه هیچ اشاره، اون هر دو اطلاعیه تا انقلاب هیچ اشاره به نقش رضا رضایی و یا کاظم ظلمبار و یا مجید شریف واقفی در ماجرای تصفیه خونین این دو فرد وجود نداره و هیچ اشاره‌ای نشده. نخستین بار این اشارات بعد از دستگیری پیکار در سالهای بعد از 30 خرداد 60 در دوران دادستانی لاجوردی است که شماری از افراد سازمان که حالا دیگه در تشکیلات پیکار جمع شده اند به زندان می افتند و در دورانی است که جمهوری اسلامی در واقع چنگ در چنگ و رو در رو به عنوان دو خصم با سازمان مجاهدین کنونی درگیر هستند و بنابراین به هر وسیله ممکن میخواد لاجوردی این تشکیلات رو مورد هدف قرار بده، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران رو. و اینجاست که کسانی در زندان و زیر بازجویی ها و شکنجه ها و فشار های لاجوردی که طالب چنین چیزی اعلام می کنند که در ترورهای درون تشکیلاتی
مجید شریف واقفی هم دخیل بوده است، حالان که تا پیش از اون هیچ اطلاعیه‌ای در این باره صادر نشده. سالهای بعد از اون هم در بخصوص در خارج کشور کسانی که میخواهند به توجیه ترورهای درون تشکیلاتی توسط تقی شهرام بپردازند، با این توجیه که خشونت ناشی از مبارزه مسلحانه و مبارزه مسلحانه و چریکی و مخفی کاری بوده، در واقع بخوان اون ترورها رو توجیه کنند، در جستجوی شاهد و مدعای حرفشون به گفته های کسانی که در زیر شکنجه های لاجوردی بودند و نام شریف رو و نام رضا رضایی رو به عنوان عاملین و عاملین ترورهای جواد سعیدی و علی میرزا جعفر الله مطرح کردند، اینها هم دوباره اون گفته ها رو تکرار میکنند. حال آنکه برای این مدعا هم هیچ سند و مدرکی وجود نداشته و نداره، تا کنون من ندیدم. ادعا می شود که در دوران رهبری رضا رضایی و کاظم ذوالانوار بر این اعدام ها تصمیم گیری شده است، به خصوص اعدام جواد سعیدی، ولی می دونیم که هر دوی این تصفیه های خونین، یعنی سعیدی و میرزا جعفر الله، در دوران رهبری بلا منازع شهرام بهرام بوده است، یعنی دورانی است که رضا رضایی اساساً شهید شده و حضور نداره و این اتفاق چند ماه، فکر به گمانم هشت نه ماه بعد از اون هست و هیچ نشانه و هیچ شاخ نشانه حتی سرنخ کوچکی در گفتگوهای درون تشکیلاتی هم در مورد این مسئله وجود نداره. بنابراین به نظر من دامن رضا رضایی کاملا مبرم و با توجه به استقلال شاخهی که پیش از این در گفتگوها گفتیم و خود همین استقلال شاخهی چه عوارضی داشت و چه بلاهایی بر سر خود ما آورد، به گونه ای که در شاخه شهرام مارکسیسم آموزش داده میشه و در شاخه بهرام نیز به گونه دیگر، و ما و مجید به عنوان سرشاخه شاخه سوم کلن از ماجراها بیخبره و این یک نمونه آشکاریست که دیگر انکار پذیر نیست، میشود گفت که شخص مجید هم از این ماجرا بی اطلاع بوده است. یکی از قرائنی که من بر این مسئله دارم اینه که ما در شاخه مجید و که من در اون شاخه مدت طولانی بودم، هیچگاه در صحبتها، در گفتگوها این بحث رو نشنیدیم از دهان مجید که بله در سازمان کسانی بودن اینطوری و اینطوری و ما تصمیم به حسبشون گرفتیم و این چیز اگر این کار بود حتما ما رو در جریان میگذاشت. نکته مهم دیگر، در دورانی که خود مجید، مرتضی و من هر سه نفر به جریان در واقع هسته مقاومت در مقابل جریان تغییر شهرام رو به وجود میاریم و در جلساتی مشترک به جمع‌بندی و بررسی عکس العمل های احتمالی شهرام و بهرام در مقابل حرکت خودمون می اندیشیم و سعی می کنیم برآورد کنیم چه عکس العملی اونها خواهند داشت، هیچگاه شریف اشاره نکرد که در سازمان کسانی هم بودند ایکس و ایگرگ، یا با نام های اصلی یا با نام های مستعار، که تصفیه شدند. چون اگر این مسئله رو می دانستیم و می دانست، مطمئنن در محاسبات عکس العمل شهرام و بهرام این دانسته ما نقش بسیار بسیار مهمی بازی می کرد و ما می توانستیم حد بزنیم که چه بسا این سرنوشت برای خود ما هم تکرار شود. اینها قرائن و اطلاعاتی است که من بر این گمان هستم که این دو عمل تصفیه خونین که در جنایتکاری اونها هم هیچ تردید و شکی نیست، در واقع کماکان در دوران اقتدار بلا منازع ترین شهرام که منطبق با سیاست های او و بهرام آرام هم هست صورت میگیره. باز با این همه لازم میدونم که
برای چندمین بار تکرار کنم که تصفیه های خونین درون تشکیلاتی از سوی هر فردی هم که باشد محکوم و جنایت است. از یک دیدگاه بله، همه ما از مجید گرفته تا من در تمامی تصمیمات انحرافی و غلطی که تغییر شهرام گرفت و یا رهبری او، رهبری بهرام آرام و شهرام گرفت، هم مسئول و سهیم هستیم. البته هر کدام سهمی دیگر، ممکن است ما آمر و عامل نبوده باشیم، ولی چه بسا با سکوت خودمون، چه بسا با عدم مقاومت و ایستادگی خودمون در مقابل جریانات انحرافی و یا عدم ایستادگی و مقاومت لازم و ضروری به این آتش و برافروخته شدن این آتش کمک کرده باشیم. از این زاویه، به از یک منظر انسانی و ایدئولوژیک ما مسئول هستیم، اما مسئولیت حقوقی به معنای اخص کلمه، خب ما واقعا از این فرهنگ مبرا بودیم. بیش از این گفتم خدمت شما که ما بسیاری ردهای این نارفیقان رو داشتیم قبل از این که ما رو ترور کنند، ولی در دستگاه فکری ما حس اونها جایی نداشت. اساسا ما مطلقاً به این مسائل فکر نمی کردیم. ما یک اختلاف عقیده رو به رسمیت شناخته بودیم که اونها مارکسیست شدند، باید بروند، هر چیزی هستند غیر از مجاهد. آقای شاه‌سوندی، البته این نتیجه گیری کنونی ماست و درست هم هست، ولی اون زمان به نوعی ترورها توجیه می شده. سیامک لطف اللهی توضیح میده که از برخی زندانیان از جمله آقای مهدی سامه شنیده ایشون که مثلا اعدام مجید شریف واقفی یک ضرورت پرولتری بوده است و صحیح. در مورد موضع گیری آقای مهدی سامه، بله، در میان جریان‌های مارکسیستی اون ایام در مقابل این تصفیه خونین درون تشکیلاتی سازمان مجاهدین در اون ایام صداهای خوشایندی به گوش نرسید. بیشتر کسانی دست زدن برای این تحول، کسانی در دل خرسندی کردند که دیدید خرد بورژوازی بالاخره تجزیه شد و و و و همینطور که اشاره کردید، این یک ترم کلاسیک بود که خرد بورژوازی تجزیه خواهد شد، بخشی به چپ و بخشی به راست خواهد رفت و مارکسیست شدن سازمان مجاهدین رو، اون بخش مترقیش رو، به اصطلاح مترقیش رو همون تغییر شهرام دانستند و بدون اینکه از واقع قضایا اطلاع کافی و دقیق داشته باشند ما رو محکوم میکردند. البته اینجا جا داره که از زندیات حمید اشرف به یاد کنم و یاد او رو گرامی بدارم. گرچه ما بسیار دیر و در واقع 30 چند سال بعد از اون که نوارهای گفتگوهای تری شهرام و حمید اشرف منتشر شد فهمیدیم که او موضع‌گیری‌های اصولی داشته، ولی به هر حال می شود گفت یکی از اصولی ترین موضع‌گیری‌ها از آن زنده یاد رفیق حمید اشرف است که در گفتگوها با تقیه شهرام به صراحت تأکید می کند که سازمان از آن مجاهدین است، شما باید جدا بشید. اون مسئله صداقت رو بحث می کند و کلن در مقابل این مسئله موضع‌گیری می کنه. منتهای مراتب این اطلاعات به بیرون منتقل نشد. شهادت اشرف عسویی و ضربات پی در پی و بعد هم انحصار نوارها به مدت چند دهه باعث شد که این اطلاعات بسیار دیر به دست برسه. آقای شاه‌سوندی، البته شکرالله پاکنژاد، آقای ناصر کاخساز، آقا رضا شرتوکی و دوستانشون، همچنین آقای ناصر جوهری، محمد ابراهیم جوهری، محکوم می‌کردند قتل مجید شریف واقفی را. اما حالا از این بگذاریم، یک
سوالی بپرسم راجع به ترور جواد سعیدی. در اواخر زمستان 1351 که هنوز رضا در قید حیات است، اواخر زمستان 1351 در نشستی که او به عنوان عضو مرکزی و رهبر سازمان درش حضور داشته، صحبت از این میشه که اعدام جواد سعیدی مورد اتفاق و تصمیم گیری قرار میگیره. اون چی بیان کردم رو حسین روحانی هم در یادداشت‌هاش ذکر کرده و قرار میشه که او رو پیدا بکنن هر جا که هست و این تصمیم اجرا بشه. درسته که ترور او وقتی صورت میگیره که دیگه رضا زنده نیست، ولی تصمیم گیری مربوط میشه به نشستی که رضا مسئولیتش رو به عهده داشته اواخر زمستان 1351. من عطف توضیحاتم عطف به همین اظهارات بود، به این معنا که حسین روحانی در زندان جمهوری اسلامی و در دستان لاجوردی اسیره و میشود گمان زنی کرد که بسیاری مسائل رو به هر حال مطابق خواست او منعکس میکنه و این از این جهت هست که اگر این گفته سندی بیرون از گفته های کسانی که در زندان جمهوری اسلامی و در دستان شکنجهگران اون حکومت و به خصوص لاجوردی هستن گفته شده باشد، اون سندیتی دارد که می شود در مورد اونها بحث کرد. اتفاقا نظر من، عطف توضیحات من، عطف به این بود که این گفته ها و این روایت ها تماما روایت های کسانی است که به چنگال لاجوردی گرفتار آمده اند و می توان حد زد کسانی که زندان بوده اند، به خصوص زندان جمهوری اسلامی، خود شخص رانده که انسان در اون شرایط گاه مجبور می شود که چیزهایی رو که مطابق میل بازجوها هست بر زبان بیاره، حتی برای اینکه کمتر شکنجه بشود، نه اینکه از مرگ نجات پیدا کند، برای اینکه کمتر زیر فشار قرار بگیرند. علی حال این تنها اسناد موجود در این گفته ها، در واقع گفته های روحانی و یکی دو نفر دیگر که باز همه اونها در زندان جمهوری اسلامی مطلب رو گفتند، می تواند مطرح بشود و بر اساس اونها موضع همون است که من معتقدم اگر رضا و کاظم و شریف مجید شریف در این تصمیم گیری دخیل بودند، کار اونها 100% محکوم و مطرود هست. منتهای مراتب این منابع رو همونطور که گفتم منابع 100% مطمئنی نمیدان. در پرونده وحید افراخته هم چنین موضوعی اشاره شده است. باز همونه، وحید افراخته هم در وضعیت مشخص اونها حتی بدتر. ببینید این مدرک شناسی و منبع شناسی و مرجع شناسی به ما حکم میکنه که خود وحید افراخته هم در شرایطی حتی میاد اظهاراتی میکنه که حتی صحبتهایی هست که بسیاریش نارواست. شما خودتون میدونید بسیاری از تلاشهای افراخته در دوران زندان غیر از اون اطلاعاتی که میده و لو میده تعداد بسیار بسیار زیادی رو، مسائلی رو هم مطرح میکنه، میبرنش پهلوی آقایون روحانیون، در ملاقات هایی که با اونها میده مطرح میکنه نکاتی رو میگه که بیشتر قصدش تحریک کردن اونهاست. بله. خب اگه اینجوری باشه پس ما بخوایم گزینشی برخورد کنیم، خب خیلی موارد دیگه ای رو هم که حسین روحانی فیلمثل گفته نباید بهش استناد بشود، اما ما استناد میکنیم. از جای دیگه وجود داشته باشه. ببینید من حرفم با شما این نیست که بخوام این جنایت ها رو توجیه کنم، مطلقا من در این موضوع نیستم. یعنی جنایت توسط هر کسی که صورت گرفته باشد محکوم است، اما اینکه این رو مستقیما و مشخصا منتسب به شریف یا کاظم زهنوار یا رضا رضایی بکنیم، احتیاج به اسناد و مدارک مشخص متقن و بی‌طرف داریم. این گفته ها کسانی است که در زیر شکنجه هستند و اظهارات اونها از سندیت کامل برخوردار نیست. ما
گفته های دیگر اونها ممکن است با قراین دازه ها و دانسته های افراد دیگر اعتبار پیدا کنه، ولی در این موارد من تا کنون چیزی نشنیدم از کسان دیگر. بسیار خوب. در واقع قصد من توجیه این قطعا نیست، ولی قصد من تشکیک در سندیت اظهارات هست. بسیار خوب آقای شاسرنده، حالا ما 25 جلسه صحبت کردیم در مورد جزوه سبز و پیامدهای اون، پیامدهای به قول شما خونرنگ جزوه سبز. اگر بخوایم حاصل اون صحبتها رو به طور خلاصه بیان بکنیم، به چه نتایجی میرسیم؟ بفرمایید. او رو باید دستبندی بکنیم، دستبندی بکنیم و تفکیک بکنیم و این اقدامات او رو در از جنبه های گوناگون در ابعاد تاریخی ایدئولوژیک، یعنی اون باور ایدئولوژیکی که او پیدا کرده، در عملکردهای تشکیلاتی سیاسی او و نیز در شخصیت فردیش در این سه بود بررسی کنیم. واقعیت اینه که درسته که با اعدام محمد تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی حیات بیولوژیکی او به پایان رسید، اما حیات اندیشه، تفکر و روش و منش او به پایان نرسید. در جاهایی، در جریانهای دیگر، اینجا و آنجا با نامهای متعددی تکرار و بازتولید شد. من فکر میکنم که یکی از مهمترین و یا شاید بگم مهمترین هدف این گفتگوهایی که ما تا کنون انجام دادیم و امروز به آخرین بخش او رسیدیم، در واقع شکافتن و روشن کردن این عوامل پیدایش چنین حرکتی و ریشه یابی در علل و عواملش هستیم تا حداقل نوری تابونده بشه بر این مسئله و در آینده از تحقق چنین روش ها و منش هایی بشود با مکانیزم هایی جلوگیری کرد. بنابراین در بعد ایدئولوژیک، یعنی اون جایی که محمد تقی شهرام باور مذهبیش رو از دست میده و گرایش و بعدم ایدئولوژی مارکسیستی رو میپذیره، ما فرض رو میگذاریم بر صداقت او و اون صداقت او رو در این کار اصل میگیریم، اما نمیتونیم نادیده بگیریم که این باورمندی او از شیفتگی نسبت به تحلیل‌های مادی کلاسیک و به اصطلاح زیربنایی و طبقاتی شروع میشه. در ادامه این چنین شیفتگی است که به نقد تفکر بنیانگذاران مجاهدین، حنیف نژاد، سعید محسن و نوشته های آنها و دستاورد های آنها نظیر شناخت و کلن دیدگاه های بنیادین مجاهدین میرسه، اما این رو به صراحت اعلام نمی کنه و ذیل عنوان دوگماتیزم مذهبی به آنها حمله می کنه. مقاله پرچم و مقاله جزوه سبز که موضوع صحبته. از نقد اون به اصطلاح دوگماتیزم مذهبی بنیانگذاران که فعلا در گفتگوهای پیشین ما به تفصیل گفتیم که این بیان بسیار انحرافی و غلطی است، اگر تفکر مجاهدین رو دوگماتیزم بنامیم، اون وقت تفکرهای ارتجاعی شیوخ خلیج، شیوخ خلیج فارس و سعودی و ولایت مداران کشور خودمون رو چه بنامیم و اون کسانی که در اینجا و اونجا دنبال خلیفه گری هستند، اگر مجاهدین دوگماتیست های مذهبی هستند، معلوم نیست تکلیف اونها و طالبان ها و غیر ذلک چیست به هر حال، ولی چون میخوایم به اون مفهوم و به اون فضا وفادار بمانیم، از نقد اون به اصطلاح دوگماتیزم مذهبی گامی فراتر می نهد به نفی اون، به نابودی اون و سرانجام نفی هر گونه مذهب
از جمله مذهب حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان و رضایی ها و غیره میرسید. تا اینجا هم به نظر من چندان مشکلی نیست. در واقع از نقد حنیف به نفی وی و سرانجام نفی و حذف و سوزاندن رهروان راه او میرسه. اینجاست که مد نظر هست، اینکه حالا این ایدئولوژی درست داره یا اون ایدئولوژی، آیا اینکه مارکسیسم درست داره یا ایدئولوژی مجاهدین، این یک بحث ثانوی است و اونجا محل بحثش این نیست، بلکه محل بحث این بود که وقتی به این نقطه میرسه او به نفی و حذف و سوزاندن میرسه. حذف شریف واقفی و یارانش نه تنها به هدف شهرام کمکی نمی کنه، بلکه درست برعکس به ماندگاری، به مطرح شدن و به روایتی به جاودانگی مجید می انجام. چرا که مجید در این ماجرا مظلوم بود و درست کردار، یعنی اصولی حرکت کرده. او مجاز نمی دانست که ما اونها رو لو بدیم یا دست پیش بگیریم برای حذف شهرام و دیگران، یعنی بر پایه‌های باورهای اصولی و ارزش‌های انسانی شریف ایستادگی کرده بود. البته همونطور که در گفتگوی پیشین گفتم، مانند هر انسان دیگر با نقاط و ضعف‌ها و قوت‌های خودش هم همراه بود. حذف فیزیکی شریف واقفی که مسلمان بود، اما نه مسلمان سنتی و ارتجایی اون گونه که شهرام مدعی بود، دستاویزی شد برای اون تفکرات سنتی و تاریخاً عقب مانده، یعنی همون به معنای واقعی کلمه دوگماتیسم‌های مذهبی. به من ایراد ممکنه بگیرند که اسلام همونها بودند، شما التقاطی بودید، من در اینجا و در این گفتگو در مقام دفاع از باورها نیستم. ما میگیم گیریم اسلام اصیل همونهایی بودند، همینهایی هستند که در واقع همین دوگماتیست های مذهبی بودند و که ما بعدها اونها رو دیدیم. مسئله این نبود. در اون مقطع این جماعت تحت تأثیر افکار مجاهدین و یا دقیقه تر بگیم افکاری که شریف اون موقع نمایندگی میکرد، ممکن بود با ما مخالفت داشته باشند، اما مخالفت اونها در خفا و به اصطلاح در کمون بود. اونها هیچ وقت همدلی اجتماعی، نه همدلی اجتماعی با ما داشتن، نه همدلی سیاسی و نه همدلی تشکیلاتی، اما فضا چنان بود که امکان بروز ضدیت رو نمیافتند. این داستان در واقع بخشیش به نفع تفکر تقیه شهرام، تفکری که اون موقع رسیده بود، یعنی دریانهای چپ و مارکسیستی هم بود، یعنی یک وفاق و همدلی اجتماعی در میان نیروهای مبارز به وجود آمده بود که باز پیش از این به تفصیل دربارش گفتیم، که اشاره کردم در یک عبارت که شهر حنیف نژاد شاخص و سمبل همگرایی اجتماعی بود و تقیه شهرام شاخص و سمبل واگرایی اجتماعی. اینجا میخوام یک نکته رو اشاره کنم که بر طبق یک قانون سیاسی مبارزاتی شناخته شده هم هست و نتایجش رو اینجا و اونجا در گوشه و کنار جریانهای مبارزاتی گوناگون ما شاهد بودیم، به ما میگوید که شما وقتی به جناح چپ یک جریان حمله میکنید و جناح چپ رو هدف قرار میدهید، اون هم در شرایط و در واقع جناح چپ یک جریان رو نابود میکنی، عملاً باعث تقویت و برآمدن جریان و جناح‌های راست اون جریان خواهی شد. امری که در تصفیه خونین ماجرای 1354-55 شریف واقفی محمد یقینی اتفاق افتاد. به عبارت دیگه، یا باید بتوانید کل اون جریان رو نابود کنید. حالا اینجا نابود کردن مقصودم الزاماً نابودی فیزیکی نیست، بلکه مبانی نظری اون جریان رو به طور کلی در واقع از بین ببرید، که این همچین در گفته ساده است ولی در عمل امری محال و ناممکن است.
چرا که به گواهی بسیاری تحولات کشورهای گوناگون از جمله همسایه بزرگ شمالی خود ما اون موقع، نابود کردن در واقع به این سادگی ها نیست. زدودن اندیشه های دین از میان مردم امری تاریخی، چرا که دین ریشه در قرون و اعصار و حافظه تاریخی مردم و انسان ها داره. انقلاب های بزرگی چون انقلاب شوروی، انقلاب چین، انقلاب کوبا هم نتوانستند بر حذف دین فائق شوند. ضمن این که من امروزه به شما عرض میکنم این فائق شدن اگر هم امکان پذیر باشد که به نظر من نیست، و اگر هم درست باشد که باز به نظر من نیست، روندی تاریخی و بسیار بسیار طولانی است اگر شدنی باشد، و نه با یک تحول کوچک در درون یک سازمان کوچک و با حذف و سوزاندن، این امکان پذیر نبود. آقای شاه‌سوندی، این صحبت شما بی اختیار منو برد به زندان وکیل‌آباد مشهد حدود 40 سال پیش. زنده یاد شکرالله پاکنژاد که پیشتر گفتم جزو معدود کسانی بود که قتل مجید شری واقفی رو زیر سوال برد و به عنوان یک مارکسیست، مارکسیست اصولی، به نوع برخورد شهرام با مذهب انتقاد جدی داشت. یک روز در حیات زندان وکیل‌آباد با اشاره به 2-3 نفر از کسانی که در زندان تحت عنوان جریان راست، راست ارتجایی شناخته می شدن، گفت عمل محمد تقی شهرام خدمت بزرگی به این هاست، به جریان راست. شکری با اشاره به اون چه خودش نقش جامعه شناسی فونکسیونل می نامید، این عین کلام اوست، نقش جامعه شناسی فونکسیونل، می گفت نمیشه چشم خود رو بر کار کرد و بر فونکسیونل دین و خاطره جمعی مردم از دین بست و مثال گورکانیان تیموریان را میزد. میگفت گورکانیان که بنیانگذارش امیر تیمور بود و ادعا میکرد نسبش به چنگیز مغول میرسه و در سرتاسر آسیای میانه، خراسان، همه بخشهای ایران، امپراتوری عثمانی و حتی قسمتهایی از هند میخ خودش را کوبید، بعد از اون که همه جا رو ویران کردن، حتی مسجدها رو هم خراب کردن، متوجه شدن نمیشه با این مردم شوخی کرد. حتی مهد اولیا، ملکه گوهرشاد، گوهرشاد بیگم که بعد از پدرش امیر تیمور بیش از 40 سال بر مناطق وسیعی از ایران و افغانستان حکمرانی کرد، مجبور شد و یا صلاح دید مسجد گوهرشاد، همین مسجد گوهرشاد که توی مشهد رو بسازه. به عبارت دیگه به کار کرد و فونکسیونل دین بیتوجهی نشان نداد. از صحبت شکری بگذاریم، یک نکته رو من اضافه بکنم و اون کار کردی کردن مفاهیم مقدس یا فونکسیونل کردن مفاهیم مقدس که در رنسانس در دستور کار قرار گرفت توسط کسانی که راهکارهای بایبل، کتاب مقدس رو قبول نداشتند، اما نمیخواستند روی مسیح خط بکشند. اونا اومدن مفاهیم مقدس را دنیایی کردند. حتی هنرمندان عصر رنسانس اومدن مریم مقدس و فرشتگان رو تو تابلوهای خودشون مثل فیلیپو لیپی با آرایش نشون دادن، با لباس فاخر نشون دادن. فرشته ها لبخند میزنن تو این تابلوها، دیگه یه نقابی تو صورت اولیاء الله نیست، یه رابطه حسی و دنیایی میان فیگورها برقراره. تو تابلوی دعوت خدا اثر بوتیچلی مریم مقدس رو میبینیم که حالتی رقصآمیز داره در برابر خداوند. برگردیم به شکری. شکری اون روز در حیات زندان مشهد با اشاره به آقایان جواد منصوری و مروی سماورچی و یک نفر دیگه که قدم می زدن در حیات زندان، با اشاره به اونها گفت
عمل محمد تقی شهرام خدمت بزرگی به این هاست، به جریان راست. بفرمایید. عمل شهرام باعث سوق دادن همه نیروها به راست و دقیق تر بگم به راستترین جناح شد، یعنی باعث سربرآوردن کسانی شد که دیگر به اقتدار و نظرات مجاهدین هم گوش فرا نمی دادند و به این ترتیب هست که به نظر من کار او از این نظر، حتی از نظر ایدئولوژیک، شلیک تیر یا فرود آوردن تبر بر ساق پای خیش بود. یعنی او محمد تقی شهرام با این کار خودش رو در انزوای اجتماعی سیاسی قرار داد. در بعد تشکیلاتی و مبارزاتی چی؟ در بعد تشکیلاتی و مبارزاتی غیر از جنبه اجتماعیش که پیش از این گفتم، تشکیلاتی که خودش رو از درون نابود و ویران بکنه هیچ شانسی برای بقا نداره. حاکمیت ترس و وحشت در درون یک تشکیلات و حتی در درون یک جامعه مانع حد اقل همدلی و همسویی سیاسی مبارزاتی میشه که شد. یادم هست که در راه خانه تیمی داشتیم در حوالی مسگرآباد، خیابان درویش اگر اشتباه نکنم، در اون ایامی که ما جریان مخفی خودمون رو به وجود آورده بودیم، شریف به من گفت، کریم، اسم تشکیلاتی من اون موقع ها کریم بود، کریم وضعیت امروز این رفقا رو نبین، همیشه رفقا رو با گونه طنز و تمسخر به کار می گفت، ولی می گفتی، می گفت وضعیت امروز این رفقا رو نبین، همین که ما از اونها جدا شدیم و جدا شویم اختلافات اونها شروع میشه. و اینطور شد و دیدیم که چه سرعت اینها از هم پاشیده شد. بنابراین سرکوب‌های مستمر تشکیلاتی با استفاده از اقتدار و ارعاب تشکیلاتی ممکن است کوتاه مدت راه حل باشد، اما تضادها به هر حال دیر یا زود سر باز خواهند کرد و ما در گفتگوهای پیشین نتیجه این سرباز کردن ها رو دیدیم که به در واقع اخراج و تصفیه شهرام از درون تشکیلات و چند پاره شدن مردریگ او انجام دید. ببینید، تا زمانی که چنین امکانی وجود داره، یعنی تا زمانی که امکان اعمال اقتدار بلا منازع و قدرت غیر پاسخگویی هستش که هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، همه چیز ظاهراً آرام است و خوب به پیش می رود. اما اون روزی رو باید در نظر گرفت که وضعیت بر اثر حادثه داخلی یا خارجی از حالت تعادل بیرون بیاد. اون وقت است که این سازمان، این نظام، حتی این فرد احتیاج به پشتوانه ها و ستون پایه هایی داره که بر اساس اونها بتونه مقاومت کنه. و تشکیلات شهرام بعد از ترورهای مربوطه در وضعیتی نبود که ستون پایه هایی که بتونه به اونها تکیه کنه رو داشته باشه، در حالی که این سازمان پیش از این ضربات بسیار بسیار مهلکی رو نظیر شهریور 1350 بیش از 80% کادرها از بین رفته بودن، از سر گذرانده بود، یاران بسیار برجسته و بزرگی رو از دست داده بود، از رهبری سازمان بنیانگذاران تا رضا رضایی و دیگران، اما فرو نپاشیده بود، چرا که اون ریشه و اون بنیانها هنوز در آب بودن، در میان توده های مردم جاذبه هایی داشت و پایگاه هایی داشت. ضربه 54 از این جهت ویرانگر است که ریشه ها رو با دست خودش در واقع میخشکونه و میبوره و بنابراین این درخت هر چقدر هم که تنومند باشد و ظاهر تنومند داشته باشد، وقتی که ریشه هاش خشکید دیر یا زود فرو خواهد افتاد. این وضعیت در واقع وضعیت سازمان و حزب و حکومت رو شامل میشه. نمونه ها فراوان هستند و فروپاشی شوروی، فروپاشی نظام سلطنت، در واقع فروپاشی عرض میکنم، نه مشکلات، یعنی
نظامی یک دفعه فرو میریزه، مثل آواری که فرو میریزه. این نشان از این هستش که اون ستونپایه ها پیش از این، اون ستونپایه ها رو پیش از این موریانه استبداد، موریانه فساد، موریانه ترس و وحشت خورده و فرو کن و در واقع فقط یک ظاهری به جای موند. وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، نظامی که در پیش چشممون در واقع فروپاشی نظام اخلاقی و عقیدتی جمهوری اسلامی، باز دیگه یکی از نمونه های بروز شده این تحوله. به این معناست که به انسان ها می شود گفت نبین نشنو. ما می توانیم نبینیم و نشنویم، اما نمی توانیم نفهمیم و نمی توانیم بر دانسته و فهم و دانش خودمون لگام بزنیم. شاید کوتاه مدت بر حسب منافعی یا بر حسب ترس و وحشتی این کار رو بتونیم انجام بدیم، ولی به هر حال روزی اینها سرباز خواهد زد. و در نوشتی که تشکیلات بعد از شهرام هم در دوران خودش و هم در بعد از اخراجش پیدا کرد، نمونه روشنی است از اینکه این حرکت باز حرکتی درست و منطبق بر واقعیت ها نبود. خب آقای شاسوندی، این توضیحات رو شنیدم، در بُعد فردی چه نتایجی داشت تصمیماتی که محمد تقی شهرام گرفت؟ بله، در بُعد فردی که در واقع بُعد دیگر حرکت او هست و از سوی هنوز هم برای ما و جامعه ما و محیط ما، چه حاکمیت چه اپوزیسیون چه فرد، رهنمودهایی در بر داره، این هستش که محمد تقی شهرام برای اعمال اقتدار همه جانبه خودش از سوی فردیت‌های افراد رو در درون تشکیلات نابود می‌کرد. با عناوین مختلف، با عنوان‌های مختلف و با بهانه‌های درست و نادرست، من روی هر دوش تأکید می‌کنم. واقعیت این است که در اون نظام سلسله مراتب پایین به بالایی که پایین هیچ اختیاری ندارد و گزارش نویسی وظیفه او هست، از اونجایی که همه ما انسانیم و همه ما از یک جامعه طبقاتی با نقطه ضعف‌های مشخصی بیرون آمده ایم، معلوم است که هر کدام از ما نقطه ضعف‌هایی داریم. مبارزه برای سرنگونی یک نظام اون موقع در واقع بخشی از مبارزه برای ایجاد انسان تراز نوین و تراز مکتب بود، نه انسان تحت سلطه و تحت نظام. یعنی ما در جریان مبارزه میبایستی و قرار بود که خودمون رو هم بسازیم. انسانهای وارسته هستند که میتوانند جامعه رو وارسته بسازند. انسانهای خردمند هستند که می توانند یک جامعه خردمند بسازند. انسان های دموکرات هستند که می توانند یک جامعه دموکرات رو بسازند و متقابلا یک جامعه دموکرات و آزاد به ساختن چنین انسان هایی طبعا کمک می کنه، به باز تولید چنین انسان. شهرام این روند رو پیچی کرده بود، فردیت خودش رو بر فردیت خود او روز به روز افزوده می شد، ولی فردیت دیگران رو به شکل‌های گوناگون به بهانه‌های درست و نادرست زیر سوال می‌برد و منکوب می‌کرد. این چنین وضعیتی یک وضعیت نامتعادل و کاریکاتور مانند رو به تشکیلات داد. کاریکاتور به این معنی میگم که فیلمثل سری گنده و بدنی با پاهای کوچک باشد. در واقع اینجا صحبت گنده بودن و بزرگ بودن مقصود من نیست، تصویری است که تظاهر و یا بزرگ نمودن مقصودم است، چه بسا بزرگ بود و چه بسا بزرگ می نمایید. مهم این استش که یک هماهنگی میان کل این ارگان، کل این تشکیلات و کل این بدن وجود نداشت و به همین دلیل بود که حرکاتش در واقع شکلش یک شکل کاریکاتور بود و رفتارش هم متناقض و نامتعادل بود. چنین سر بزرگی گیریم بزرگ
بدون توجه به واقعیت‌های موجود آن زمان، واقعیت‌های موجود اجتماعی، تاریخی، سیاسی، وقتی پاها و پایه‌هایش بسیار نازک و نحیف باشد، چه کار می‌تواند انجام دهد؟ یا باید واقعیت‌های موجود را تراشد و بتراشد و بر قیاس ذهن خودش به اندازه ذهنیات خودش در بیاره، که در واقع اینجا به اندازه در آوردن واقعیات بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی من و شما و او هست، و یا اینکه باید واقعیت رو بپذیره و نوع دیگه‌ای برخورد بکنه. دقیقاً همین مسئله است که شما میگید، یعنی باید یا راه حل دوم، راه حلی است که دریان‌هایی که به پیروزی و به موفقیت رسیدن در پیش بگیره، پذیرش واقعیت، واقعیت موجود هرچند ناخوشایند، و حرکت از نسبی به سوی مطلقی که ما باور داریم. من راه دیگری نمی‌شناسم، تجربه تاریخی هم چیزی غیر از این نشون نمیده، ولی متاسفانه شهرام راه اول رو انتخاب کرد، یعنی با نادیده گرفتن واقعیات عینی سعی کرد واقعیت‌ها رو در قالب تفکر خودش و در همون محدوده به در واقع به روایتی به اسارت بگیر. اونجایی که در بیانیه اعلام مواضع به روشنی و به صراحت در اوج رومانتیسیزم انقلابی در بهترین حالتش عرض کنم، می نویسد که ما با صدای بلند این تغییر مواضع رو اعلام میکنیم، حتی اگر پژواک صدای ما، حتی اگر پژواک صدای خود ما به گوش خود ما برسد، یعنی هیچ پاسخی نگیریم جز پژواک سخنان خودمون. خب قاتلین یان هوس که او رو سوزوندن، در چک الان مجسمه یان هوس هستش جلوی همون محلی که او رو سوزوندن، چیزی شبیه این گفتن: ما این کار رو انجام میدیم حتی اگر جن و انس با اون مخالفت کنن، و تنها پژواک حکم و تکفیر خودمون رو بشنویم. بله بفرمایید. میگه ما حتی پژواک صدای خودمون رو بشنویم. یک نیروی انقلابی که میخواد واقعیت‌های جامعه رو بشناسه، که باید واقعیت‌های جامعه رو بشناسه و بعد برای تغییر اونها حرکت کنه، وظایف دیگری داره تا یک قدیس، تا یک فرد حتی. و بنابراین اینجاست که این یک نوع ولونتاریسم و یک نوع اراده‌گرایی محض رو به نمایش میگذاره. نمونه دیگری ما از اون داریم، و این یادتون هست در گفتگوهای پیشین عرض کردم، وقتی مجید به شهرام میگوید تو همه را به انتقاد از خود واداشتی و خودت رو هیچ نقد نکردی و ما هیچ انتقاد از خودی از تو ندیدیم، این جمله معروفش دیگه امروز زبان زد است، که شهرام برمیگردد و میگوید بله بر من هم انتقاد وارد است. انتقاد وارد بر من پیچیدگی جهان مادی و سادگی ذهن من است. ببینید در کدام جایگاه ما نشسته باشیم که بخواهیم جهان مادی رو بشناسیم و یک فرد چنین ادعایی رو در پوش انتقاد از خودش مطرح کنه. و خب وقتی که واقعیت‌های ملموس و یک قدمی رو نمی‌شناسیم و نمی‌شناسد، درست در کنار دستش، در شاخه همجوارش، واقعیت مبارز بودن ما رو به رسمیت نمی شناسد، واقعیت باورمندی ایدئولوژیکی شریف واقفی و یارانش رو به رسمیت نمی شناسد، واقعیت‌های موجود در جامعه ایران اون سالها رو به رسمیت نمی شناسد، جامعه‌ای که 3 سال دیگر قرار است انقلاب در او صورت بگیره، و می دانیم که انقلاب محصول یک روز و دو روز نیست، تحولاتی در زیر جامعه، در زیر پوست شهر و شهرها در جریان بوده و اینها رو اون نمی بینه، اما سودای شناخت جهان رو در سر داره و این سودا رو به عنوان یک انتقاد از خود می پذیره، هیچ چاره اون وقتی که برش وجود نداره که در واقع پاک کردن صورت مسئله بپردازه و در یک کلام
یا پاک میکنه صورت مسئله رو، و در این مورد مشخص حذف صورت مسئله، یعنی حذف ما، یعنی حذف شریف واقفی صمدی لباف، خائنین شماره 1 و 2 و 3 و سرانجام حذف محمد یقینی و دیگران. و این هم یعنی باز برمیگردیم به همون مسئله زدن تبر بر ثابت های خیش. و این کاری بود که شهرام حتی در بعد فردی هم کرد و بعدها در زندان جمهوری اسلامی متوجه شماری از اون اشتباهات خودش شد که در یادداشت‌هاش پیش از این با هم صحبت کرد. آقای شاه‌سوندی، به نظر شما چجوری میشد این اتفاقات نیفته؟ یعنی منظورم اینه که با کدام روش، با کدام وسیله، با چه نهادی میشد از این گونه وقایع جلوگیری کرد؟ وقایعی که خودشو در قتل شریف واقفی و استبداد تشکیلاتی نشون داد. واقعیت اینه که همونطور که شما هم چندین بار اشاره کردید، امروزه ما بعد از اون وقایع به نگاه کردن و بازنگری اونها پرداختیم. بنابراین به تعبیری می شود گفت معما چو حل گشت آسان بود. منتهای مراتب در این حال وقتی به همون شرایط و به دانش‌های همون ایام و امکانات همون ایام هم مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم بلی امکاناتی وجود داشت، راه حل‌هایی وجود داشت، مکانیزم‌هایی وجود داشت و شرایطی وجود داشت، اگر و این اگرهایی بود که به هر حال همه ما دستندرکاران اون وقایع در تحقق نیافتن اون به شکلی سهیم و مسئول بودیم. آقای شاه‌سوندی، قبل از این که این اگرها رو توضیح بدین، یک بار دیگه تکرار میکنم اون چی رو که اول گفتم. تاریخ نه اونگونه که ما آرزو داریم، بلکه اونگونه که ممکن است پیش میرود. به همین دلیل در بسیاری از موارد راهی جز این امکان محقق وجود نداشته است. شخصا با کمی زاویه نسبت به این مسئله شما نگاه میکنم. یک نوع دترمینیزم محض تاریخی رو فکر میکنم شما هم باور نداشته باشید، گرچه من احساس ممکن احساس من و یا درک من کمی اشتباه باشد از این گفته شما. من دترمینیزم و یک نوع حتمیت تاریخی رو احساس میکنم. اگر منظورتون این هست، من شخصا به این دترمینیزم و این حتمیت تاریخی باورمند نیستم. در مقاطعی شخصیت ها و انسان ها و افراد و حتی بعضی اوقات حوادث غیر مترقبه میتواند این دترمینیزم رو درش تغییراتی انجام بده که خب موضوع بحث ما نیست. و اما برگردیم به اون چیزهایی که میشد و میشود در آینده انجام داد و در واقع حاصل این رنج ها و کوشش ها و تلاش ها و فداکاری هاست. من بخوام شماره بندی کنم، یک، شفافیت در تشکیلات در نقطه مقابل پنهانکاری و مخفیکاری است. شفافیت رو ممکنه بسیاری به ما بگویند در یک سازمان مخفی چریکی مسلحانه کار چریک شهری چه معنی میداد، ولی در اونجا هم باز اگر باور به این اصل میداشتیم و جزء اصول شناخته شده تشکیلاتی ما بود، این اگر رو عرض میکنم، اون وقت درصدی از شفافیت میتوانست چه بسا جلو بسیاری از فجایع رو بگیره. خوب به خاطر دارم که عبدالله امینی سرشاخه سازمان در اون ایام در مشهد که بعدها به زندان افتاد و یک بار دو بار هم در زندان من خودم با او ملاقات داشتم، گفت و گفته بود به دیگران که در مورد ماجرای ترور شریف واقفی او اصلا در جریان نبود. کسی که عضو مرکزیت شاخه مشهد هست و میگه، عبدالله امینی میگوید که بعد از اعدام
شریف واقفی سوالاتی از ما کردن بر این اساس که اگر کسی اطلاعات مهمی داشته باشه و این اطلاعات و بخواهد از مبارزه کنار برود و بخواهد این اطلاعات رو در اختیار رژیم قرار بدهد یا به ضدیت ما به ضدیت با ما به پردازد، حکم او چیست؟ یعنی مجموعه شرایط رو آماده کردن که بله رو از شماری از افراد بعد از انجام عمل بگیرن. عبدالله امینی میگوید که گویی تمام مقدمات رو مهیا کرده بودند که از ما تایید و به اصطلاح اوکی بگیرند. یعنی این اقدام یک اقدامی بوده که حتی در درون خود اون تشکیل، و میدانیم که عبدالله امینی جزء تغییر ایدئولوژی دادگان بود و از این نمونه بسیار از کسانی که هیچ خبر نداشتند. بنابراین شفافیت به مثابه یک اکسیر، به مثابه یک وسیله‌ای در نقطه مقابل پنهانکاری می باید به رسمیت شناخته بشه. مکانیزمش رو شاید در ادامه بیشتر توضیح بدم. نکته دوم، مدارا در اندیشه. مدارا در اندیشه یعنی دوری جستن از تمامیت، از اینکه تمامی حقیقت و اون در واقع که به بیانی حقیقت و اون هم تمامی حقیقت همیشه نزد یک فرد، یک سازمان، یک حزب و یا یک طبقه هست. ما این فاجعه آفرین بوده همیشه، چرا که فرد، نیرو، سازمان، حزب، طبقه و گروهی که خودش رو نماینده تمامی حقیقت و حقیقت مطلق میدانه در یک رابطه ظاهراً منطقی دیگران رو منحرف و مرتد و خائن و سد راه تکامل میدونه و در واقع با اون حکم اولیه دیگه مخالفین و معارضین و منتقدین از رده بندی انسان و مبارز و رفیق و برادر و رزمنده همسو و اینها خارج شدند، به دشمن تبدیل شدند و این در واقع مشکل بزرگی است که اون داشت. فارغ از این که امروزه میدانیم حقیقت یک منشور چند وچی و شاید هزار وچی باشد که هر فرد یا هر کس یا هر گروه به گونه‌ای با وچی از اون برخورد می کند و بر اساس اون میزان دانشی که او پیدا می کند راه خودش رو به پیش می گیرد. به یاد بیاوریم اون داستان فیل معروف رو در داستان مولوی که هر کسی از ظن خودش در تماس با خرطوم و با پا و با شکم فیل تصویر، همون به اصطلاح نابینایان، تصویری از فیل داشتند، حالان که تصویر فیل، واقعیت وجودی فیل در این حالی که هم خرطوم بود و هم پاهای عظیم و هم شکمهای بزرگ و هم بخشهای دیگر، چیزی از مجموعه اونها بود. برای اطلاع شنوندگان جوانتر خودمون اضافه کنم این داستانی که آقای شاهسوندی فرمودن داستان تمثیلی فیل و مردان نابینا، ریشه این داستان رو در جنوب شرقی آسیا دونستند و به بودیسم و هندوگرایی نسبت دادند و صوفیان هم در آثار خیش از اون بهره جستند. اشاره به اینه که گروهی از مردان نابینا یا مردان در تاریکی که تا اون زمان فیل ندیده بودند دست بر فیل میکشند و چون هر یک فقط به یک عضو از بدن فیل دست میزنند به تصویر درست و کاملی از اون فیل دست پیدا نمی کنن و با هم دعواشون میشه. یکی از اونا به پای فیل دست میزنه و میگه این ستونیست، مثل ستون میماند. دومی بر دم فیل دست میزنه و میگه فیل مثل یک ریسمون زخیمیست. سومی به خرطومش دست میزنه و میگه فیل مثل شاخه درخته. چهارمین نفر گوش فیل رو دست میکشه و میگه فیل مثل باد بزنه. پنجمی شکم فیل رو دست میکشه و میگه فیل مثل یه دیواره. و آخرین فرد نابینا بر عاج فیل دست میکشه و میگه فیل مثل یک شیپوریه. تا اینکه یه مرد دانایی سر میرسه، سخنان اونا رو میشنوه و به اونها میگه
سخن همه شما درسته، اما اختلاف گفتتون برای اینه که هر یک از شماها یکی از اعضای فیل رو دست کشیدین. فیل همه خصایصی رو که برشمردین با هم داره. حکیم سنایی در کتاب حدیقت الحقیقه و مولوی در مثنوی از همین تمثیل بهره جسته. ادامه بدین، بفرمایید. نکته سومی که من فکر میکنم خوبه در این جنبندی و حاصل این صحبت ها بهش بپردازیم این استش که دموکراسی در تصمیم گیری، در واقع دشمن درون همان استبداد رأی هست. استبداد رأی در درون هر کدام از ما هم میتونه به دلایل گوناگونی که امروز روز ثابت شده بخشی وجود داشته باشه، قدرت طلبی، تمامیت خواهی. استبداد درون هست که به استبداد بیرونی هم منجر میشه و تصمیم گیری های فاجعه بار به بار میاره. در این بنابراین نکته سومی که مد نظر هست به نظر من دموکراسی در تصمیم گیری یکی از دستاوردهای بررسی این مسئله است. لازم اینم بگم که نکته دیگری هم در مورد همین مسئله تصمیم گیری و قدرت، امروزه تحقیقات آکادمیک بسیاری در مورد نقش مخرب قدرت و به ویژه قدرت متمرکز حتی بر ساختار بیولوژیک انسان ها مورد بررسی قرار گرفته و در واقع به اثبات رسیده که حتی قدرت متمرکز چگونه بر هورمون‌های فرد تأثیر میذاره. شاید این جمله معروف رو شنیده باشید که قدرت فساد میآورد و قدرت مطلق فساد مطلق رو به دنبال داره. رهبری‌های ایدئولوژیک، رهبری‌های مذهبی که همه چیز رو انسان‌ها رو در اختیار خود دارند و رهبر سیاسی، رهبر ایدئولوژیک، رهبر جان و مال و ناموس و اندیشه و فکر رو قبل از تولد و بعد از تولد و دوران مرگ انسان ها هستند و اینها در تمامی این حالت ها توانایی های در واقع رهبریشون اعمال میشه، میتونیم بفهمیم که چه قدرت مهیبی رو نمایندگی میکنند. تحقیقات نشون داده است که قدرت به صاحبان آن احساس حق بیشتر، انفصال عاطفی بیشتر، یعنی دیگه اون دلبستگی هایی که من و شما به عنوان انسان های عادی به یارانمون، به اطرافیانمون، به مردمان کوچه و بازار داریم، اونها این احساس رو ندارند. پیروان برای اونها حتی اگر پیروانی باشند بسیار کارآمد، در شمار کارت های بازی هستند. و البته وقتی یک بازیگر کارت های خوب و مهمیشو از دست میده ناراحت میشه، چرا که با مثلا کارت آس میتواند قدرت بیشتری در بازی داشته باشد. اما افراد در همون محدوده کارت های بازی باقی میمونند. اینجاست که قدرت یک انفصال عاطفی به حاملین خودش میده، منفعت طلبی شخصی بیشتر میده و به عبارت دیگر فرد قدرتمند کسانی رو که از قدرت بی بهره هستند کم ارزشتر میبیند و خود او در دیدگاه های خودش متعصب تر میشه. افراد قدرتمند معمولاً به نصایح دیگران بی‌توجه هستند. تأثیر تصمیم‌های خود را بر زندگی دیگران نمی‌بینند. بیش از حد اعتماد به نفس دارند. تاریخ نمونه‌هاشو زیاد داره. و تمایل دارند دیگران رو وسیله‌ای برای رضایتمندی خودشون ببینند. فرد قدرتمند معمولاً نسبت به درد و رنج دیگران بی‌تفاوت تره و احتمال اینکه کمتر بر پایه اخلاقیات رفتار کند بسیار بیشتر از افراد فاقد قدرت است. و کلام دیگران که امروزه
ثابت شده است در تحقیقات گوناگون، تغییراتی که قدرت در صاحب قدرت ایجاد میکند در بسیاری موارد آشکارتر از اون است که بشود اون رو انکار کرد. اونها کمتر دچار استرس، دلنگرانی و دلمشغولی در مقابل تصمیمات خودشون میشن. حالا که انسانهای معمولی مثل ما از کشته شدن یک پرنده، از بریدن سر یک مرغ ممکنه دچار اشمئزاز و ناراحتی بشویم، اونها در فاصله کوتاهی چند هزار نفر رو به چوبه دار میبندند. برگردیم به مطلب مورد بحث خودمون. تنها راه قابل اعتماد برای اینکه قدرت بر مغز فرد قدرتمند او رو به فساد یا تصمیم‌های ضد اجتماعی سوق ندهد، آزادی بیان و گردش مداوم قدرت است. در واقع محدود کردن قدرت رهبر و نظارت جدی بر عملکرد او و گردش دائم قدرت است. به عبارت دیگر تحدید قدرت مهمترین راه دور نگه داشتن تهدید قدرت است. آقای شاسوندی، از علی ابن ابی طالب نقل شده که من استبد به رأیهی هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. هر که خود رأی و مستبد شد به هلاکت میرسه و هر که با مردمان با دیگران رأی برانداخت خود رو در خرد اونها شریک میکنه. هر کس تسلط یافت خود رأی میشه و هر کس خود رأی شد هلاک میشه. مضمون این حرف مورد توافق همه مبارزین از جمله محمد حنیف نژاد بود که استبداد رأی امریس نکوهیده، و از قضا محمد تقی شهرام هم وقتی به طور ضمنی رضا رضایی رو زیر سوال میبره در جزوه 3 و بیانیه تغییر مواضع، به نوعی اون چی رو که استبداد رأی میگیم محکوم میکنه. در تئوری که کسی منکر این نبوده، اما در عمل این موضوع شعر بیش نیست. تصفیه های حزبی و دادگاه های نمایشی در مسکو در دهه 30 که امثال کامنوف و بخارین هم زیر تیغ رفتن، در دورانی که شریفترین کمونیست ها وادار می شدن خودشون رو ضد انقلابی، نفوذی دشمن، خائن، پادوی فاشیسم و تهمه نازی ها معرفی کنن، به دار کشیدن ولادیمیر کلمنتیس نویسنده و عضو حزب کمونیست چکسلواکی سابق که زخمی تهمت و دروغ و افترا شد، رنج امثال میلان کندرا نویسنده اهل چک که به فرانسه تبعیدش کردن، اون چی در چین بر سر مخالفون آمد، چرا راه دور بریم، همین دونالد ترامپ و بازیهاش بر سر قدرت، و یا در میهن ستم دیده خودمون قاتلین زندانیان سیاسی. نشون میده اون چه شما گفتین که استبدال رأی به قدرت مطلق می انجامد و فساد می آورد شعری بیش نیست. البته شعر به معنی منفی کلمه، شعری بیش نیست، هرچند کلامیست متین، زیبا و درست. در عمل دیدیم چی شد، دیدیم در کوبای انقلابی حتی چی بر سر شاعر مردمی ابرتو پادیا اومد و چطور مجبورش کردن علیه خودش اقرارنامه بنویسه که داد و قال نویسندگان و شعرهای مردمی آمریکای لاتین رو که شیفته انقلاب کوبا هم بودن، مثل گابریل گارسیا مارکز و خولیو کورتاسار در آورد. این که استبداد رأی محکومه و قدرت به فساد کشیده میشه شعر بیش نیست. آقای شاهسوندی، اون چی رو گفتم در قالب یک سوال مطرح میکنم. برای جلوگیری از آثار مخرب قدرت و جلوگیری از فساد فردی و اجتماعی ناشی از قدرت مطلقه چه باید کرد؟
برای جلوگیری از بازتولید شهرام، برای جلوگیری از بازتولید راه و روش و منش شهرام در هر شکل و هر صورتی، در جامعه مذهبی یا در جامعه سکولار، را حل قابل اعتماد به نظر من برای جلوگیری از آثار محرب قدرت بر مغز فرد قدرتمند و جلوگیری از فساد فردی و فساد اجتماعی به نظر من به این ترتیب است: نظارت، نظارت و باز هم نظارت از طریق اصل تفکیک قوا و استقلال واقعی و کامل قوا از یکدیگر. دو، آزادی بیان و گردش مداوم قدرت. سه، پذیرش این نکته و این اصل طلایی که حقیقت به تمامی نزد یک فرد، یک سازمان، یک گروه و یک طبقه نیست. و خوب است که اینجا اشاره بکنم به فریضه بزرگی که اسمش برای بسیاری از شنوندگان ما شما آشناست، اریک فروم، که میگوید و مینویسد که بی‌عدالتی وضعیتی اجتماعی است که در آن انسان فی نفسه هدف نیست، بلکه وسیله است برای اهداف آدمی دیگر تحت عنوان حزب، سازمان، طبقه، پادشاه و یا رهبر. و او اضافه می کند که شرط لازم برای پرورش زندگی پرستی در مقابل مرد پرستی آزادی است. آزادی از قیود و موانع سیاسی لازم اما کافی نیست. برای پرورش عشق به زندگی باید علاوه بر آن آزادی برای آفرینندگی، سازندگی و کار خلاق و بالاخره آزادی به شگفت آمدن، خطر کردن وجود داشته باشد. اضافه من می کنم آزادی اشتباه کردن، آزادی شک کردن، آزادی تردید کردن، آزادی مرتد شدن. چنین آزادی مستلزم آن است که فرد نه یک برده یا یک مهره خوب روغنکاری شده در ماشین و آپارات حزبی و سازمانی و یا حکومتی باشد، بلکه مسئول، فعال و خلاق، یعنی آزاد باشد. انسان‌های خلاق و آزاد و نه ربات‌های انسانی. آقای شاه‌سوندی، از جمله انگیزه‌های من برای صحبت در مورد جزوه سبز، یعنی به بهانه جزوه سبز و پیامدهای اون، مبارزه با فراموشی است که یک وظیفه تاریخی است، و دوم مقابله با تاریخ سازی، شرح رویدادهای تاریخی به ویژه تاریخ سیاسی در کشور خودمون بیشتر اوقات در جهت کسب مشروعیت صورت میگیره و وقایع نگاران آشکارا یا پنهان به تحریف تاریخ دست میزنن. برای مثال فیلم های سیانور، نفوذی، ایستاده در قبار، پروانه، ارمغان تاریکی، ضلع سوم و ماجرای نیمروز، اون چرا گفتم نشون میده. و همچنین گزارشات دروغ در مورد زندان شاه و مصاحبه هایی که به اسم تاریخ شفاهی صورت میگیره و وقایع تاریخی رو قلب میکنه. تا اونجا که من میدونه قرار اسیرکشی سال 67 هم لوس بشه با فیلم سینمایی و غیره. از انگیزه های من از جمله مقابله با تاریخ سازی بود به سهم ناچیز خودم. من وابستگی به هیچ حزب و هیچ گروه و هیچ سازمانی نداشتم. از این جهت این پاشنه آشیل قضیه است. میبایستی کسانی با شما صحبت بکنن که سنخیت داشتن و از این زاویه صلاحیت، اما افسوس کسی وارد این قضایا نشد. کمتر کسی 40 سال از نگارش جزوه سبز میگذره، حتی 40 کلمه در مورد اون
که همه جوانب اونا بررسی کنه نوشته نشده بود. صحبت ما تمام میکنم، شما در پایان اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید. نکته رو اشاره کردید به عنوان نقطه ضعف خودتون، اشاره میخوام اضافه کنم که این نقطه قوت شماست نه نقطه ضعف. یعنی اینکه هیچ تعهد سیاسی، تعهد تشکیلاتی به هیچ گروهی نداشتید. ما با یک مؤلفه روبرو هستیم که از سوی تلاشی است برای وارونه نشان دادن واقعیات و تاریخ به منظور حفظ قدرت، و در نقطه مقابلش تلاشی است از همون جنس برای کسب قدرت. و اما در پایان این راه طولانی و بررسی اون حوادث تاریخی، به نظر من طبعا هر فرد و جریانی نظرات و تحلیل های متفاوت و گاه متضاد خودش رو از اون واقعه ارائه میده. تلاش من این بوده و هست که در حد امکانم روایتگر صادق حوادث باشم، همونی که از ابتدا هم بر اون تأکید کردم، روایتگر صادق اما نه بی طرف. این که چقدر موفق شده باشم بر عهده مخاطبین این گفته هاست. پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حکایت قدرت طلبی های فردی، سیاسی، اجتماعی، حکایت مطلق بینی و تمامیت خواهی، حکایت قدرت مطلقی غیر پاسخگو و متمرکز، حکایت استثمار انسان از انسان و گاه انسان از خیشتن، حکایت فقدان نظارت واقعی و فقدان مکانیزم و سامانه مشخص برای نظارت و محدود کردن رهبر و رهبران، و اعمال گردش مداوم قدرت. در پایان این گفتگوی طولانی داستانی رو میخوام عرض کنم و بخوانم که این داستان طی سالهای طولانی، بیش از 20 سال، 20 و چند سال، همیشه در گوش من تنین انداز بوده است. و این داستانی است کوتاه از فرهیخته بزرگ مانس اشپربر، کسی که همانند خود ما و نسل ما زخم‌ها بر جان و روان داشت. این داستان رو سالهای سال است که من اینجا و آنجا میخوانم و در تنهایی های خودم نیز با او در واقع معنوس هستم. این داستان رو مانس اشپربر در مجموعه رمانی که به نام قطره اشکی در اقیانوس آورده. اشاره کنم که مانس اشپربر خودش زمانی از مبارزان دوران خودش بود، بعدها به دادگاه های مسکو و بسیاری تحولات اردوگاه شوروی او رو به شک و تردید برانداخت و تغییراتی کرد و بنیانگذار روانشناسی فردی شد و یکی از کارشناسان برجسته این رشته و در واقع مطالبی هم داره، از جمله همین رمانی که گفتم و یکی از رساله معروف او نقد و تحلیل جباریت که او هم این نوشته هم همیشه جز نوشته های بوده که میشود گفت همیشه با من بوده و من او رو بارها و بارها خوندم. آقای شاه‌سوندی، پیش از اون که داستان مانس اشپربر رو که اشاره کردین بخونین، اینو بگم که رمان قطره اشکی در اقیانوس رو زنده‌یاد روشنک داریوش به فارسی ترجمه کرد. همچنین نقد و تحلیل جباریت رو آقای دکتر قسیم. موضوع رمان قطره اشکی در اقیانوس به زمان جمهوری وایمار مربوط میشه، به دوره تاریخی حد فاصل پایان جنگ جهانی اول تا روی کار اومدن حکومت نازی‌ها در آلمان. قصه پرقصه انقلابیون است که در مبارزه به مسائلی برمی‌خورن که وجدانشون نمیتونه نه پیش بینی و نه قبول کنه، مسائلی که در مخیلشون هم نمی‌گنجید و تصور نمی‌کردن به عنوان یک انقلابی روزی اونها رو توجیه بکنن. در مورد مانس اشپربر من پیشتر ویدیو و مقاله‌ای با عنوان هیچ یک از ما فقط به نسل خودمون تعلق ندارد تدوین کردم که در سایت خودم موجود است.
مانس اشبربر گرچه خودش و قطره اشکی در اقیانوس می دید، اما در واقع ابری پر از باران بود و به امید بشارت می داد. همیشه می گفت ما محکوم به امید هستیم و بدون امید نمی تونیم زندگی کنیم. با فاشیزم و هر نوع دیگر جباریت میانه نداشت و از همین رو در زندگی سختی های زیادی کشید، رنگ و رنگ های زیادی دید و تهمت های زیادی شنید. شهامت حق گفتن و تنها ماندن را داشت و هرگز قانع نشد که بکارگیری وسایل بد میتواند به هدفهای خوب بیانجامد. نمیتوانست به اسم حقیقت دروغ بگوید. مانس اشبربر اگرچه میگفت تنها از یک در میتوان انقلاب را ترک کرد، دری که به هیچی باز میشود، اما در عمل مثل آرتور کسلر و آندره مالرو و سیلونه بیرون رفت، اما به وادی هیچی نیفتاد. از جزمیت فلسفه حزبی آزاد شد، اما با ستمگران فاصله و مرزبندی داشت. عدالت خواه ماند و عدالت خواهیش از رویدادهای ناعادلانه‌ای که بر او و دوستانش گذشت مایه می گرفت. این جمله او مشهوره که در نقد و تحلیل جباریت نوشته است: هیچ جباری بدون کسانی که او را علم می کنند و به او ایمان می آورند موضوعیت نمی یابد. با وجود هر فردی که آماده پیروی و اطاعت از نظام جباریت باشد، یک سنگ از مفروضات و مقدمات روانشناسانه بنای چنین رژیمی نیز فراهم شده است. بریم سراغ اون داستان که شما فرمودید. بفرمایید. داستان بوته سوخته کوتاه است، اما سرنوشت نسل ماست. این گونه آغاز می شود و صداها بیشتر می شوند. صداهایی که می گفتند روزهای تاریکی به درازا کشیدند. مدتی بس دراز در این انتظار به سر بردند تا وعده خوشبختی تبدیل به واقعیت و خبر فرارسیدن نور تبدیل به حقیقت شوند. آنها گفتند بیایید بگذارید خانه هایمان را دور بوته‌ای بسازیم که از ازل تا کنون می سوزد. روزهای ظلمت و سرما برای همیشه خواهند گذشت، چون بوته همیشه روشن خواهد بود و هرگز نخواهد سوخت. این همون رویای نسل ما بود. بنابراین دلیرترین آنان سخن می گفتند، کسانی که آینده در آنان همچون جنین در بطن مادر زنده است. آنهایی که از سروش غیب نمی پرسند چه خواهد شد، بلکه فقط از شهامت و سخاوت خیش می پرسند چه خواهیم کرد. و با آنکه همه جا موانع و دشمن در مقابلشان قرار داشتند، کسان بسیاری به دنبال آنان راه پرنشیب و سنگلاخ را به طرف بوته سوزان پیمودند و خود را آماده کردند تا در نور آن زندگی کنند. و آنگاه چنین پیش آمد که شاخه های آن بوته زغال شدند، افتادند و خاکستر شدند، حتی ریشه بوته هم سوخت و خاکستر شد و دوباره ظلمت و سرما هجوم آورد. آن وقت صداهایی برخاستند که می گفتند ببینید چگونه به آرزوهای ما خیانت شد. آنها می گفتند آیا در اینجا کسی مرتکب گناهی نشده است؟ ببینیم گناه از کیست. اما اربابان جدید دستور دادند تمام کسانی را که چنین می گفتند بکشند و گفتند هر کی بخواهد سر بلند کند و بخواهد ببیند که بوته سوخته است، باید مرگ خفتباری را انتظار داشته باشد، زیرا فقط دشمن است که نور آن را نمی بیند و فقط دشمن است که در گرمای آن می لرزد. این چنین گفتند اربابان جدید بر تپه خاکستر.
پیرامونشان روشنایی عظیمی بود، اما نه روشنایی واقعی، روشنایی از نور مشعلهایی که در دست بردگان جدید بود میتابید. و باز عده‌ای برخاستند، عده‌ای که در آنان آینده چنان زنده بود که جنین در بطن مادر. آنان گفتند بوته سوخته است، آری، زیرا دوباره اربابان جدید و بردگان جدید با ما هستند، ولو اینکه بر آنان نامهای جدیدی بگذاریم، چرا که دروغ، هستی، حقارت و قدرت طلبی با ماست. ولی اربابان جدید به بردگان جدید دستور دادند همه جا و همیشه آواز ستایش از بوته سوزان را بخوانند. و آنها می خواندند که نور آن روشنتر از همیشه می درخشد. آنها از سرما می لرزیدند ولی می خواندند که آتش ابدی بوته ما را گرم می کند. جارچی های اربابان جدید می رفتند تا حام کسانی را که از آغاز نوین سخن می گفتند به ننگ بیالایند. ولی هرچه از آنان می کشتند نمی توانستند امید را که به کهنسالی غم و به جوانی طلوع آفتاب است از میان بردارند. صداهایی که جارچی های اربابان قدیم و جدید در جستجویشان بودند اعلام می کردند بوته دیگری هست و باید به دنبال آن گشت و اگر پیدایش نکنیم باید آن را بکاریم. مبارک باد، مبارک باد کسانی که این چنین سخن می گویند به امید این که راه های پرسنگ هایشان را بیش از اندازه زمخت نکند و شجاعتشان کمتر از درد ما نباشد. داستان بوته سوخته داستان نسل ماست. Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to husbands, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? And where have all long time passing? Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier